صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف شامگاه دوشنبه 10 ژوئن 21 خرداد همزمان با اولین روز جهانی بازی اعلام کرد که نزدیک به 400 میلیون کودک زیر 5 سال معادل تقریباً 60% از آن گروه سنی در سراسر جهان برخورد انضباطی فیزیکی یا روحی خشونت‌آمیز مثل کتک خوردن یا توهین شنیدن را در خانه تجربه می‌کنند. همکارم به همین مناسبت گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. برآوردهای تازه یونیسف منعکس کننده داده‌های به دست آمده از 100 کشور جهان در رابطه با مسائل تربیتی کودکان است که از سال 2010 تا 2023 میلادی جمع‌آوری شده و انواع تنبیه‌های بدنی و پرخاشگری روحی و روانی را در بر می‌گیرد. مصداق‌های آزار روانی از نظر یونیسف می‌تواند شامل فریاد زدن بر سر کودک یا احمق یا تنبل خواندن او باشد. آزار فیزیکی نیز مواردی همچون تکان دادن، ضربه زدن یا کتک زدن کودک یا هر اقدامی که منجر به ایجاد درد یا ناراحتی فیزیکی بدون ایجاد جراحت باشد را شامل می‌شود. یونیسف به عنوان آژانس زیرمجموعه سازمان ملل متحد اظهار می‌دارد از جمعیت نزدیک به 400 میلیون کودک خردسال حدود 330 میلیون نفر آنها تنبیه بدنی را تجربه کردند. بیش از 25%، یعنی از هر 4 نفر یک نفر، از مادران یا سایر اولیای بزرگسالان معتقدند که تنبیه بدنی برای تربیت صحیح فرزندانشان ضروری است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در بیانیه‌ای گفت: وقتی کودکان در خانه مورد آزار جسمی یا کلامی قرار می‌گیرند یا وقتی از مراقبت اجتماعی و عاطفی از جانب عزیزانشان محروم می‌شوند، این موضوع می‌تواند احساس ارزشمندی و رشد آنها را تضعیف کند. بر اساس داده‌های به دست آمده از 85 کشور جهان، نیمی از کودکان 4 ساله این امکان برایشان فراهم نیست که با فردی که در خانه از آنها مراقبت می‌کند بازی کند و از هر 8 کودک زیر 5 سال یک نفر اصلاً اسباب بازی ندارد. در آموزه‌های دینی برای تربیت کودکان باید توان شناختی، عاطفی و انگیزشی آنان را در نظر گرفت و از زیاده روی، خشونت و سختگیری پرهیز نمود. زیرا هدف از تربیت برانگیختن شوق و رغبت کودکان به فراگیری فضایل اخلاقی و نه صرفاً انتقال مفاهیم بدون فهم و درک آنها می باشد. بر اساس آموزه‌های اسلامی، کودکان و نوجوانان میبایست در شادی و خوشحالی رشد کنند و بایستی افرادی نیرومند و با اعتماد به نفس تربیت شوند و بتوانند همه توانایی‌های خود را شکوفا سازند. همراه هستیم با آقای حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس. با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای جمشیدی، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که آموزه‌های دینی در رابطه با پرهیز از خشونت در رابطه با تربیت کودکان چه میگویند؟ بنده خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بیننده‌های محترم شما. عنایت بفرمایید، آیات قرآن صریح نسبت به نرمی و لطافت. نسبت به پیامبر اکرم خداوند میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو اگر اخمومی بودی، تو اگر عصبانی می بودی، تو اگر زبان تندی می داشتی، مردم از دور بر تو پراکنده می شدند. لذا پیامبر اکرم رحمت للعالمین هست، اینه که رحمت خود مردم جزیره العرب هم بود. یا آیات قرآن شما نگاه بکنید، 114 تا سوره ما داریم. در 114 تا سوره به استثنای یک سوره که بسم الله نداره، باز در ضمن همین سوره هم بسم الله آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، که من معتقدم صرف لا اله الا الله شعار ما مسلمان ها نیست، بلکه بسم الله الرحمن الرحیم شعار ما مسلمان است. نه اینکه خدا نیست، خدا یکیست، بلکه اون خدای یگانه هم مهربان هست و هم حساب ماها رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. لذا مسئله مهم اینه که در نظام دینی ما
آنچه که ما مجبور به رعایتش هستیم کنترل نفس خودمونه، کنترل خشم خودمونه. یعنی اگر پدری، اگر مادری، اگر که معلمی خشم خودش رو اعمال میکنه بر روی فرزندش، این رو لطفاً به دین نسبت ندن. ایشون ممکنه متدین باشه، ولی که در حینی که خشم رو داره بروز میده بدونه که تحت تاثیر شیطان قرار گرفته و یک عمل شیطانی داره انجام میده و این رو به گردن دین میندازن، به عنوان دین مطرحش میکنن. و الا کسانی که در حوزه تربیتن، کسانی که در حوزه اصلاح جامعه هستن، فرق نمیکنه چه والدین، چه معلمها و چه ماموران نظامی و انتظامی، اینها مکلفن که خشم خودشون رو کنترل کنن. لذا اگر که میبینیم اینها اعمال خشم میکنن، اعمال خشم مشکلیه که خود اینها دارن. لذا در خیلی از مراکز وقتی که معلم خشم خودش رو اعمال میکنه، معلم رو میفرستن روانشناسی، میگن آقا شما برید ببینید وضعیت شما چی هست. چرا؟ چون در عرصه دینی آنچه که ما داریم رحمت، آنچه که ما داریم مغفرت، آنچه که ما داریم گذشت، آنچه که ما داریم کتمان، آنچه که ما داریم با لطف صحبت کردن، با نرمی صحبت کردن. این ویژگی هست که بایستی یک مسلمان حتما داشته باشه. فرق نمیکنه چه زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن، که بعضن شنیده میشه که خشونت‌هایی صورت میگیره، چه والدین نسبت به فرزند، این هم نبایستی به هیچ وجه نبایستی خشونت داشته باشن، چون این خشونت در بچه نهادینه میشه و بچه همین کار رو یاد میگیره و فردا با بچه خودش هم همین عمل رو انجام میده. بلکه اگر مشکلی پیش اومد میبایستی مشکل رو بریم حل بکنیم، نه اینکه خشم خودمون رو بریزیم بیرون. برونداد خشم خودمون ناشی از یک بیماری است، نه اینکه این رو به پای دین بگذاریم. بله، از حالتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس.